سینمای ما اصلا این چیزی نیست که میگن مردم میخوان، اصلا همچین چیزی نیست. بله مردم ما وقتی که شما دو تا مرد وای میسونین جلوی دوربین و اینا عربی میرخصن، هندی میرخصن، سینه هاشون شکمشون میلرزونن، والا من جز تهوعی چی بهم دست میده. اونجایی که مردم میخوان بخندن و میخندن، باید ببینیم ما کجا آسیب داریم میخوریم. چرا به این صحنه ها میخندن؟ چرا به این صحنه ها میخندن؟ این صحنه ها صحنه های جالبی نیست یه مرد انجام بده که ادای مثلا یه بازیگر در بیاره یا مثلا اونا ادای خانه، اینا صحنه های کمدی نیست، طنز نیست، اینا لودگی هم حتی نیست، وقاحته. حالا چرا مردم میخندن؟ اون همون ریشه ایست که ما نمیتونیم کش کنیم. بعد میگن اینقدر مردم گرفتاری دارن، مردم باید بخندن، باید به اینا بخواه. بلد باشیم بسازیم میسازیم و مردم هم میخندن. بلد نیستین، بلدیتون همین قدره. من هیچ وقت اون بر چمدونامو باز نکردم، برای اینکه میدونستم جای من اینجاست. رویاست. از من این 20 سال اونور زندگی کرده بپرسین، هیچ خبری نیست. میخوان یه شماره بهتون بدن، همه عرق ملیتون رو میگیرن، همه غیرتتون رو میگیرن. شک نکنین، من اونجا کاره که شاید نمیوست میکردم کردم. من تاکسی روندم، هیچ مهم نیست برام بگم، برای که بعد زندگی میکردم. نه با پور رفته بودم، نه سواد آنچنانی داشتم، نه دکتر فلان بودم. دکترم که میری 20% امتحان میکنن، تازه میگن رفوزه ای. چرا؟ برای اینکه ببینید ما مال یه جایی هستیم که میشناسیمش، ایران. شما وقتی میگی خلیج فارس، یه عرق ملی خوبی میاد توت. وقتی میبینی به اینجا بخواد تجاوز بشه، وقتی میبینی هاپما تو اونجا زدن، میخوای بری یه کاری بکنی. اینا رو نگیرن از مردم. مردم ما اینقدر با همت و با غیرتن. لطفا فقط موقع انتخابات این لقب رو بهشون ندن. متاسفانه گرفتاری که مردم ما برای زندگی دارن گرفتاری کمی نیست. اگر این گرفتاری ها هر شه به قول اون جمله مصطلح و معروف سفره خانواده ها حداقل معیشت توش باشه، مردم خیالشون راحت باشه، با جنگ اعصاب صبح از خونه نیان بیرون، با جنگ اعصاب نرن، مهربونی ببرن تو خونهشون، اون بچه هم رشد میکنه. بچه‌ای که دغدغه نهار زورشو داره، در شهرستان شما ببینید چه خبره. بهشون برسن، تو این رسیدن سرمایه‌گذاری باید بشه.